بینندگان عزیز سلام بر شما. کنفرانس بین المللی پاریس امروز 14 مرداد 4 اوت با شرکت 17 کشور جهان و هیئت‌های پارلمانی و شخصیت‌های از این کشورها برگزار میشه. در جریان این کنفرانس بین المللی که به مناسبت ماه مبارک رمضان و در حمایت از پیشتازان آزادی ایران در اشرف و لیبرتی هست، ما سعی میکنیم که با گروه های مختلف پارلمانی و همینطور شخصیت های شرکت کننده در این اجلاس بزرگ گفتگوهایی رو داشته باشیم. بینندگان عزیز، همچنان که به شما گفتم در حاشیه کنفرانس بین المللی هستیم در پاریس به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای حمایت از پیشتازان آزادی مردم ایران در اشرف و لیبرتی. گفتگوی داریم با آقای الشیخ عبدالاله سامر الملهم، ایشون نایب رئیس شورای قبایل عرب در سوریه و همینطور عضو مجلس شورای ملی سوریه هستن. اهلا و سهلا بکم، رمضان مبارک. آقای الملهم، میخواستم برامون توضیح بدین که وضعیت در سوریه در حال حاضر به چه صورتی است و آخرین تحولات چی هست؟ ابدا کلامی اولا بی ترحم على الشهداء، شهداء الثورة السورية وشهداء الإنسانية في العالم اجمع. لا شك الوضع في سوريا اليوم، الثورة الآن تجاوزت السنة وسبعة أشهر تقريبا. در واقع شکی نیست که نزدیک به 17 ماه هست که انقلاب در سوریه شروع شده و این انقلابی است که از درون قلب‌ها جوشیده و اراده مردم سوریه است و هدف این انقلاب چیزی به جز کرامت و انسانیت نیست و این خواسته تمامی مردم هست. در حال حاضر انقلاب مردم سوریه مراحل بسیار زیادی رو طی کرده و رژیم رو به چالش کشیده برای اینکه دست از حکومت برداره و مردم در حال حاضر میخوان که سرنوشتشون رو خودشون مشخص بکنن و به دست خودشون و نمیخوان اجازه بدن کسی سرنوشت اونا رو مشخص کنن. رژیم بشار اسد همچنان تلاش میکنه که انقلاب مردم سوریه رو سرکوب کنه و دست به کشتار میزنه. انقلاب مردم سوریه در حال حاضر به آخرین مرحله خودش رسیده و سمت و سوی جدیدی گرفته و اون اینه که مردم در حال حاضر از خودشون میخوان دفاع کنند در مقابل این رژیم جنایتکار. ما باید اینجا اشاره بکنیم که رژیم سوریه یکی از فروع و یکی از بازوهای رژیم ایران هست و تلاش میکنه تمام کارهایی رو که رژیم ایران میخواد پیش ببره و انشالله به زودی زود و ما اینجا به شما میگیم که به زودی زود رژیم سوریه سرنگون خواهد شد و این رو به شما بشارت میدیم و ما پیروزی انقلاب سوریه رو طبعا ابتدای انقلاب و پیروزی اشرف و مردم ایران میدونیم. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه نظرتون رو درباره طرحی که کوفی عنان داشت که نهایتاً خودش استعفا داد و شکست اون رو اعلام کرد بگید و اینکه نهایتاً وظیفه جامعه جهانی در قبال قیام مردم سوریه چیه؟ خصوص مبادرة کوفی عنان خطته الاخيره لا شك هي بالنسبه لنا. در رابطه با طرح کوفی عنان باید بگم که این طرح از ابتدا از زمانی که شروع شد یک طرح مرده و شکست خورده بود
ولی جامعه بین المللی خیلی کوتاهی داشته در رابطه با انقلاب در سوریه و مردم سوریه و فقط به این رژیم فرصت داده به طور خاص در رابطه با همین طرح کوفی عنان و فرصت داده به سازمان هایی که تلاش کردن این طرح ها رو برای در رابطه با انقلاب پیش برد انقلاب سوریه پیش ببرن. فقط این باعث کشتار بیشتر، فرصت دادن بیشتر به رژیم و باعث شده که بسیاری از مردم آواره بشن، خرابی ها در سوریه بیشتر بشه. بارها این طرح به شکست انجامیده و فرصت ها و زمان هایی رو که داده به پایان رسیده بود. ما از ابتدا می دونستیم که این طرح مطلقا نتیجه نخواهد داد و به نتیجه نخواهد رسید، چون که رژیم ایران و دولت سوریه به شدت از این مزدور اجاره‌ای بشار اسد دفاع میکنن و پشت اون هستن، به طور خاص رژیم ایران. و با چشم خودمون دیدیم که مواضع جامعه بین المللی و دولت‌ها رو دیدیم که خیلی جاها در کنار ایران و رژیم ایران و روسیه و چین ایستادند. البته رژیم بشار اسد مشروعیت خودش رو به طور کامل از دست داده و این به زودی اثبات خواهد شد. در آخر می‌خواستم سوال کنم، به نظر شما چرا رژیم حاکم بر ایران که تو سوریه داره کمک میکنه به کشتار، تو ایران هم در مورد مردم خودش همین کار میکنه و علیه ساکنان اشرف و لیبرتی که باش میجنگن، به نظرتون علت این جنایات در حق مجاهدان اشرف و لیبرتی چیه؟ هذه الانظمه الاستبداديه اساسا لا تستمر. در واقع رژیم های استبدادی و سرکوبگر فقط با استفاده از زور و سرکوب هست که روی پای خودشون می ایستند. در واقع بعد از انقلابایی که شروع شده در منطقه، این رژیم ها احساس خطر می کنند و تلاش می کنند که با سرکوب و سوء استفاده از دین و با استفاده از نیروهای سرکوبگری که بیرون از خودشون میفرستند روی پای خودشون باقی بمونند. این به طور خاص رژیم ایران از لباس دین استفاده میکنه و این یک کار بسیار زشتی است که هیچ کس این کار را انجام نمیده، ولی متاسفانه رژیم ایران این کار را کرده و تمام کارهاش و اعمالش و کارکردهاش بر همین اساسه. برای مثال در اهواز یا حتی مناطق دیگر در ایران، چون ایران یک کشوری است که بسیاری از ملیت‌ها در اون وجود دارن، ما می‌بینیم که سرکوب رو در رابطه با تمام اونها داره انجام میده. ما در رابطه با مجاهدین خلق و همچنین ساکنان اشرف و لیبرتی باید بگیم که اونها افرادی هستند که صاحب آرمان هستند و در انسانیت و کرامت و بزرگواری مانند اونها وجود نداره. ما به عنوان دولت عربی و مردم عربی قانع هستیم به این که و مطمئن هستیم به این که این اپوزیسیون ایران رو باز خواهد گرداند به اصل خیش. شاید که اختلافاتی باشه بین مذاهب مردم، ولی این اختلافات هیچگاه باعث جدایی مردم نمیشه. ما رو اسلام، کلمه اسلام با هم متحد کرده. منطقه نیاز به صلح داره، نیاز به امنیت داره، امنیت و استقلال برای منطقه امکان پذیر نیست الا اینکه رژیم بشار اسد و رژیم حاکم بر ایران سرنگون بشن به امید خدا، و ما امیدواریم که هرچه سریعتر از رژیم ایران راحت بشیم ان شاء الله.
خب بینندگان عزیز، در حاشیه اجلاس بین‌المللی پاریس در خدمتتون هستیم که در امروز 14 مرداد، 4 اوت به مناسبت ماه مبارک رمضان و در حمایت از پیشتازان آزادی مردم ایران در اشرف و لیبرتی، با حضور هیئت‌های نمایندگی و شخصیت‌های از 17 کشور جهان در حال برگزاری هست. مهمانان این قسمت از برنامه ما دو تن از نمایندگان پارلمان فلسطین هستند که بهشون خوش آمد میگیم. دکتر احمد ابوهولی و دکتر نجات عسل از نمایندگان پارلمان فلسطین. شکرا جزیلا، رمضان مبارک. میخواستم ازتون خواهش کنم درباره آخرین خبرهایی که ما داشتیم از اینکه تعدادی از پناهندگان فلسطینی توسط رژیم بشار اسد در منطقه یرموک بمباران شدن، برامون توضیحاتی بدین که واقعا به چه شکل بوده. تم سماعنا لهذا الخبر و حيث قامت القوات السوريه بقصف. ما هم همین خبر رو شنیدیم و شنیدیم که نیروهای ارتش بشار اسد کمپ پناهندگان رو بمباران کردند و 20 تن از شهروندان این کمپ به شهادت رسیدند و تعداد بیشتری از شهروندان مورد اصابت قرار گرفتند. دولت مستقل فلسطین این جنایت را محکوم کرد. ما از ابتدا در واقع موضع دولت ما این بود که ما این اقدام جنایتکارانه رو محکوم کردیم. در ابتدا از شما تشکر میکنم و به شما ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم. در ابتدا اجازه بدید که تبریکات خودمون رو به مناسبت ماه مبارک رمضان به مردم ایران و همچنین به خواهران و برادران خودمون در شهر اشرف تبریک بگیم، کسانی که در حال حاضر زیر فشار هستند، در حالی که در یک وضعیت بسیار خطرناک و دهشتناک به سر میبرند. اون چه که در کمپ یرموک رخ داد، تقریبا میشه گفت درسته که اسامی فرق میکنه، همون اتفاقی که در کمپ اشرف رخ داده در کمپ پناهندگان فلسطینی هم رخ داده. فقط اسم، همونطور که گفتم، اسم ها تفاوت میکنه. در کمپ اشرف رژیم ایران این جنایت را انجام داد و در کمپ یرموک دولت جنایتکار بشار اسد. واقعیت اینه که ما از این مردم فلسطین بغایت متعجب شدند، از این بمبارون وحشتناک که در این کمپ رخ داد که باعث کشته و مجروح شدن ده ها نفر شدند. ما هم مطمئنیم که شما هم همون احساسی رو که ما داریم شما دارید و همین که شما در همین موضوع در همین برنامه از ما در این رابطه سوال میکنید، این خودش نشون میده که شما چقدر به این موضوع اهمیت میدید. رابطه مردم فلسطین و مردم ایران البته و مقاومتشون بسیار دیرینه است. میخواستم از شما سوال کنم در مورد دخالت هایی که کماکان رژیم ایران میکنه و تلاش میکنه تفرقه افکنی کنه در بین مردم فلسطین و دولت مردان و نمایندگان مردم فلسطین و تلاش های کمک هایی که به حزب الله از اون طرف میکنه، نظرتون درباره دخالت های رژیم ایران در مسئله فلسطین چی هست؟ یعنی نحن اولا نرفض التدخل ایرانی. ما به شدت دخالت رژیم ایران رو محکوم میکنیم. ما از ابتدای انقلاب ایران فکر می‌کردیم که دولت ایران در کنار مردم فلسطین خواهد ایستاد بر علیه اشغال، ولی در طی پروسه و با گذشت زمان متوجه شدیم که این رژیم فقط باعث فتنه افکنی و آتش افروزی در تمام منطقه و به طور خاص در فلسطین هست و تلاش میکنه که
مصالح خودش رو در فلسطین دنبال بکنه و برای همین فشار میاره به مردم فلسطین و تلاش میکنه که شرکت داشته باشه و تلاش میکنه با مشارکت در بعضی جریانات در فلسطین تلاش میکنه که فتنه انگیزی بکنه در بین نیروهای سیاسی سوریه و فشار میاره به خیلی ها. و خیلی وقتها وقتی که ما روی یک میز مذاکره میشینیم با طرفهای دیگه، متوجه میشیم که رژیم ایران پشت اونهاست و از اونها به طور رسمی با پول و چیزهای دیگه حمایت میکنه و تلاش میکنه که یک نقش استعماری رو بر علیه مردم عرب و به طور خاص مردم فلسطین بازی بکنه. واقعیت اینه که این رژیم همواره یک عنصر تفرق افکن بوده در تمام منطقه و نه عنصری که وحدت رو رایج کنه در رابطه با تمام مردم. شکر جزیل. خانم اصل، ماه مبارک رمضان هست و میدونید که رژیم آخوندی خیلی ادعای اعتقاد به اسلام و خیلی جاهام خودشو در واقع ام الغرای اسلام میدونه. نظرتون راجع به عمل کرده حکومت آخوندی به عنوان به ادعای کشور مسلمانی که داره چی هست؟ من فکر میکنم که تمام رژیم های سرکوبگر و دیکتاتور از دین و اسلام سوء استفاده میکنند برای اینکه روی کار باقی بمونند و مردم و همچنان مردم رو سرکوب کنند و تظاهرات مردمی رو سرکوب کنند، انقلابیان رو سرکوب کنند. باید اینجا بگم که رژیم ایران هیچ ربطی به اسلام نداره و اصلا اسلام رو نمیشناسه. اسلام، دین اسلام، مردم رو به آزادی، برابری و برادری فرا میخونه و هیچ ربطی اسلام با کشتار مردم نداره. به نظر ما این یک سوء استفاده از اسلامه و یک برگه است برای فشار بر مردم. برای همین بعضی از نیروهایی که به اصطلاح اسم خودشون رو اسلامی گذاشتن، اونا رو پشتیبانی میکنن و با همین بهانه هم تلاش میکنه که روی مردم منطقه فشار بیاره. و من فکر میکنم که با وجود این که خیلی تلاش میکنه رژیم، من فکر میکنم با تمام اینها رژیم ایران و در تمامیت طرحهای رژیم ایران شکست خواهد خورد و نخواهد توانست که کنترلی رو در منطقه به دست بگیره. و ما مطمئنیم که بهار عربی و بهار ایران و بهار فلسطین در راهه و این نیروها و رژیمهای سرکوبگر به زودی شکست خواهند خورد. می‌خواستم از شما بپرسم درباره شرایطی که مجاهدان اشرف و لیبرتی در حال حاضر باش مواجه هستن. شما میدونید که رژیم آخوندی توسط عواملش هم مشخصا شخص مالکی که مهره رژیم آخوندی هست، فشارهای بی حد و حصری به اونها میاره و بعد از دو سری قتل عام الان شرایط خیلی سختی در لیبرتی دارن. در ماه مبارک رمضان مشکل شدید آب دارن و بسیاری محدودیت های دیگه. به نظر شما چرا رژیم آخوندی اینقدر در عناد هست و در وحشت هست و مستمرن سعی میکنه به طرق مختلف اونها رو سرکوب کنه؟ یعنی اسمح لی فی البدايه ان اوجه تحیه صمود و اجازه بدین که در ابتدا درودهای خودم را به برادران و خواهرانم در شهر اشرف و لیبرتی بفرستم. به نظر من این نیروهای ظالم و جنایتکار پایداری اشرفی ها و ساکنان لیبرتی اونا رو به شدت به خشم میاره. این وجود اونها یک سمبولیزه میکنه، یک ایستادگی و پایداری بسیار بزرگ رو در بر علیه رژیم حاکم بر ایران. برای همین پیام خودش رو داره برای مردم ایران و این باعث خشم و نفرت رژیم ایران میشه، چون که به نظر من استمرار فشار روی ساکنان یا تهدید کردن اونها به کشتن
یا هر تابلو مجهول دیگه. بله البته اینو باید بگم که ماه رمضان اونها روزه هستن، آب نیست، برق نیست، اونها رو تهدید میکنن به کشتن یا میترسونن. اینا مشکلات واقعی است ما و ما باید به اینها، به این موضوعات بپردازیم. به طور خاص ما که در پارلمان ها هستیم باید به این موضوع بپردازیم. و باید اینو بگم که این فشارهایی که روی کمپ اشرف هست، البته تمام فشار رو نمایندگی میکنه که روی تمام مردم هست، ولی ما باید تلاش کنیم و فشار خودمونو بیاریم. ما باید تلاش کنیم که فشارهایی رو که روی اونها هست کمتر کنیم و تلاش کنیم که اونها بتونن به سلامت از اونجا خارج بشن. ولی واقعیت اینه که پایداری و استقامت اونها در این گرما و این شهر مبارک، به نظر من که طرحهای رژیم ایران و همچنین طرحهای نوری مالکی رو به شکست خواهد کشوند. مالکی فردی است که به خواسته رژیم ایران روی کار اومده و تمام عراق رو به نابودی کشونده، مردم عراق رو کشته و تلاش میکنه اینطور هم بر علیه ساکنان اشرف و لیبرتی توطئه بکنه. خانم اصل، خواستم ازتون خواهش کنم بگین به نظر شما پایداری که به خصوص در 10 سال گذشته مجاهدان اشرف داشتن، چه در اشرف و چه در لیبرتی، و این همه فدیه و فدایی که دادن، چه تأثیری میتونه داشته باشه در مقاومت مردم ایران و در سرنوشت قیام مردم ایران؟ من از همینجا باید درود بفرستم به تمامی مجاهدین، خواهران و برادر مجاهدم در اشرف و لیبرتی. دست های همه اونها رو میفشارم. من مطمئنم پایداری اونها باعث پیروزی مردم ایران خواهد شد. اونها سمبول های فدا و فداکاری مردم ایران هستند. این سمبول ها باعث تشجیع و روحیه دادن به مردم ایران برای استمرار انقلابشون خواهند شد. ما به یاد داریم که بعد از انتخابات و انتخابات دروغینی که در ایران بود، یک قیام های بسیار بزرگ در ایران شعله‌ور شد. ما مطمئنیم که پایداری اشرفی ها باعث شعله‌ور شدن مجدد این قیام خواهد شد و باعث خواهد شد که مردم ایران مجدداً برخیزند. این یک پایداری بی‌نظیر در سراسر دنیاست و معتقدم که من مطمئنم که فشارهای زیادی وجود داره بر روی اونها، ولی به نظرم باید تمام سازمانهای بین المللی و جامعه بین المللی تلاش کنند در رابطه با ساکنان اشرف و برآورده کردن خواسته های اونها بر علیه هجوم ها و حملاتی که دولت ایران، رژیم ایران و دولت مالکی بر علیه ساکنان اشرف انجام میدن. و ما خواهان این هستیم که هرچه سریعتر این آرمان آزادی خواهانه به نتیجه برسه تا یک زندگی بزرگوارانه برای تمامی مردم در ایران به وجود بیاد. شکرا جزیلا علی مشارکتتون فی برنامه جناب. شکرا جزیلا. السلام. شکرا جزیلا.